نام خدا. سلام حضور عزیزانی که شنونده و بیننده برنامه زیبای نایروکاس شبکه جهانی سبا و نوا افم هستید. فرناز غنی‌زاده هستم از این برنامه زیبا در خدمت شما عزیزان. عزیزان، کار خانه وظیفه فقهی زن نمی باشه، بلکه وظیفه اخلاقی زن برای حفظ خانواده است و خداوند به پیامبرش ابلاغ فرموده که خداوند برای زنان حقوق قرار داده، چون تولید مثل بر دوش زنان هست و با توجه به همه مسائلی که به قوای بدنی زن آسیب میزنه، مردان مسئول حمایت و تأمین عزتمندانه زن شدن و این امر جدا از سهم زن از ارث. در این برنامه هم به این سوال پاسخ میتیم که چرا خانه‌داری با عنوان شغل محسوب نمیشه. جزئیات بیشتری موضوع را در یک گزارش با هم میبینیم و میشنویم. برخی ها به این باورند که خانه‌داری نوع حضور بی اجر و پاداش در محیط خانه دانسته شده که فایده چندان در آن مترتب نیست و نوع بیکاری تلقی می شود. اگر اشتغال را به معنای پرداختن به کار و یا توجه قلبی به کسی یا کار بدانیم و زن را محور اصلی تربیت انسان به شمار آوریم و خانه را اولین کانون تشکیل اجتماع که سعادت و شقاوت انسان ها در آن تعیین و رقم زده می شود، در این صورت خانه‌داری از مهمترین اشتغالات محسوب می شود که کمتر کار به اهمیت آن دیده می شود. خانمه هایی که در خانه کار می کنند، کارهایشان برزش است. آنها از صبح تا شب زحمت می کشند، کارهایشان برزش است، از خاطر که آنها میگن که اونا پول نمی آرند. و خانمه هایی که در بیرون از خانه کار میکنن، اونا میگن که اونا وظیفه دارن، اونها کارهایشان بارزش گفته میشه به خاطر که اونا میگن که اونا پول میارن، از او خاطر برای اونها قدر داده میشن و خانم هایی که در خانه هستن برای اونا قدر داده نمیشن، چون میگن که اونا پول نمیارن. پس زن خانه‌دار بیکار نیست، بل کارهای متعدد و گاه نقش‌های متعارض دارد. بررسی علل گرایش زنان مسلمان به شغل‌های تعریف شده و پرهیز از خانه‌دار بودن صرف می‌تواند ما را در شناخت ارزش خانه‌دار بودن یاری دهد، به شرط آنکه موانع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن از پیش پا برداشته شود. در جامعه ای که ما زندگی میکنیم یک جامعه سنتی و مردسالاری است و در اینجا از لحاظ حقوق خود خانم ها بدون شک مورد خشونت قرار میگیرند، هم از لحاظ روانشناسی اگر بسنجیم بسیار یک ضربه کلان بر پیکر خانم ها و در این جامعه میزنیم، هم از لحاظ حقوقی. و خانم که در خانه کار میکند، کارهای آنها متاسفانه نادیده گرفته میشد، چون که میگم توانایی یا قدرتی بدنی منحصر به فرد خیش را ندارد، از او لحاظ فکر میکند که نسبت به مردان یک ضعیفتر به وجود آمده. از اوائلی که به دنیا میاد همین گونه بوده و همین گونه است. اگر ما همین فرهنگ را باید ترقی بدهیم و یک فرهنگ دیگری تبدیل کنیم، مثل سایر کشورهای دیگر حقوق خانم ها و زنان را مورد توجه قرار بدهیم، بدون شک ما در یک جامعه تبدیل خواهیم شد که در او جامعه هم حقوق و مرد و جامعه ای که در آن تمام حقوق بشری از لحاظ روانشناسی و لحاظ مدنی در نظر گرفته می شود. به باور فعالان مدنی در جامعه کنونی، زنان با دو معضل روبرو هستند. زنان خانه‌دار که همه هم و غم خیش را مصروف خانواده داشتند، اما خود از رشد و بروز استعدادهای ذاتیشان و جامعه از پتانسیل وجودیشان محروم مانده است، و زنانی که همزمان بار خانه‌داری و اشتغال را بر دوش داشته و در نتیجه زودتر از موعد دچار آسیب‌های بدنی و روحی شدند. اما چرا خانه‌داری شغل شمرده نمی‌شود؟ بدون شک خانم‌ها زحمت و کار و تکلیف خود را میکشن در خانه. بین از دل از اینا بیم که اینا میرن به کالاشویی خود، بین از دل از اینا بیم که اینا دیگ را میپزن، بین از دل از اینا بیم که این طفل چقدر، یک طفل کلان بزرگ کردن یک شهر آباد کردن است. و در افغانستان میبینن که یک خانم چندین طفل به دنیا میاره و میمانداری و پاکی و صفای خانه و مفشن ساختن و این گپا بسیار جنجال داره. ما
متاسفانه کارهایی را که زنان در خانه انجام میتن کاری است که هیچگاه پایانی و یا خلاصی نداره و اغلب اجارت یا پاداشی هم برای زنان قائل نمیشن چون شغل محسوب نمیشه. همه زنان کم و بیش با مشکل کارهای یک نواخت روزانه در خانه روبرو هستن، کارهایی مثل نظافت، آشپزی، خرید، رسیدگی به امور بچه ها، مهمانداری و مانند اینها کارهای زیادی است که روزمره بانوان مجبور هستند که او را در خانه انجام بدهند. اینها کارهایی هستند که جوامع سنتی او را جزء وظایف و نقش های زنان میدانه و تصور میکنه که این کارها از عهده مردان ساقط میباشه، چرا که او را کار واقعی یا به عنوان کار واقعی حساب نمیکنن. انجام وظایف تکراری خانه برای تمام زنان لذت بخش و راضی کننده نمیباشه، به خاطری که باید به تنهایی بار مسئولیت هایشان به دوش بکشن. امروز در بیشتر کشورها زنان خانه‌دار فعال به شمار میآیند، اما متاسفانه نوع فعالیت، میزان انرژی و ارزش اقتصادی کار زنان روشن و واضح نمی باشه. از این رو بر اساس تحقیقات علمی باید ارزش اقتصادی کار زنان در خانه محاسبه شود. در رابطه مصاحبه داریم با امید افغان، استاد و کارشناس مسائل اجتماعی. آقای افغان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین، تشکر. ممنونتون، زنده باشین. چرا خود خانه‌داری به عنوان یک نیروی فعال در جامعه یا بین خانم‌ها حساب نمیشه؟ خب، تشکر از دعوت شما و عرض سلام دارم به بیننده های تلویزیون نیک سبا. من از یک جای دیگی آغاز بکنم و به سوال شما بپردازم، ای که مفهوم خانواده یا ای که معمولا در ادبیات روزانه ما شما که همه افغان ها کلمه فامیل به کار میگیرن زیادتر مروج هست. اول خواهم این فرهنگ معمول به کارگیری فامیل از بین ببریم، خیلی خوب هست. کلمه فامیل یک کلمه انگلیسی است که از واژه فامیلیو یونانی گرفته میشن و معمولا کتابی که به خصوص کارل مارکس را تحقیق کردن، خانواده، دولت و مالکیت خصوصی، در اونجا شیابی میکنن که این فیمیلیو به معنای به بردگی گرفتن زن هست، نه همچون یک قانون به غلامی گرفتن یا به کنیز گرفتن اینا هستن. از اون لحاظ از خوبم هستم که از طریق رسانه شما ایره برای همه اذهان بکنیم که همی فیمیلی را زیاد به کار نگیرین یا فامیل به کار نگیرین. به این معنا ریشه اصلی که حالا چرا مثلا کار زنان در فضای خانواده ارزش ندارن، یک نگاه خیلی تاریخی به این قسمت اینا هستن که زنان خوب از این نوع نگاه جز مایملک مرد حساب میشن و مردا هستن که صاحب همه چیز، زنا صاحب هیچ چیز هم نیستن. بناهن کار را که زنا هم میکنن به موز به ارزش حساب میشه برشان. و از طرف دیگه که اگر شما یک نگاه اقتصادی به مسئله داشته باشین، کار با مزد و بی مزد به او نوع مبادله یا تبادل اشاره میشن که در مقابل نیروی کارتان یا در مقابل یک چیز شما یک ارزشی که بالمثل دارن میگیرن. معمولا خیلی کسای اینا مطرح میکنن که قانون خانواده محل داد و ستود اقتصادی نیست، یعنی نوع روی کردشان ایستن که در این فضا کلن فضای ارزشی است، فضای عاطفی اینا هستن و درست نیستن. اما معمولا نگاه فمینست های جدید به خصوص لیبرال فمینست ها اینا میگن که ما به مفهوم زمان و نیرویی که در زمان مصرف میشه باید توجه داشته باشیم. اگر یک مرد میان مثلا در یک اداره دولتی 8 ساعت نیروی خود به کار اختصاص میدن و در بدلش مزد میگیره، خب بدون چون و چرا زنا هم امو 8 ساعت در خانه کار میکنن. ولی فرق نمیکنه که فضای خانواده هست یا فضای سازمان یا سازمان رسمی اینا هستن. خب حالا چرا اون کاری که در خانه انجام میدن خیلی بیهوده تلقی میشه؟ دقیقاً به این نکته اشاره میخوام بکنم که لیبرال فمینیست ها اینا میگن که مشکل کلان در خود نهاد خانواده هست یا ساخت و بافت خانواده اینا هستن که ساخت های رسمی دیگه 8 ساعت کارت با مزد تلقی میکنه. یعنی یک ساختار هست،
این ساختار به نام خانواده اشتاد کار خودت بی مست تلقی میکنن. پس مشکل کلان در چی هستن؟ در نوع ارزش گذاری و در نوع بافت هایی که ساخت به نام خانواده یا نهاد به نام خانواده تشکیل شده و شکل گرفتن. عوامل پشت سر اینا رو خیلی راحت میان به بررسی میگیرن. میگن از لحاظ تاریخی اگه بر ببینیم ساختار کلانی که در اینجا وجود دارن مردسالاری است. این نگاه و عامل کلان مردسالاری باعث ازش شدن که مزد کار زنها اینا بی ارزش تلقی شن. یعنی لیبرال فمینیست ها در مفهوم خانواده را میگن که کار زنان چی هستن؟ بی فایده هست، بی ارزش هستن. اما مارکسیست فمینیست ها به خانواده وقتی که توجه میکنن اینا میگن بر علاوه از اینکه شما بیاین ببینین بگوین که زنان و کار زنان بی ارزش تلقی میشن، میگه که ثمر کار زنان رو هم اصلا مردا به خود اختصاص میدن. یعنی کار زنان در درون خانواده مثمر هست، با ثمر هستن. مردا و ساختار غالب مردانی خانواده ثمر کار زنا رو میگیرن و حتی میگن زنا رو میگن که کار شما خوب بیمزد سیج دیگه، ولی که در خفا میگه این متعلق به کی هستن؟ متعلق به مردا میشن. در درون جامعه افغانی عنانات موجوده، رسم و رواج موجوده در درون خانواده از قدیم الایام به میرخم آمدن و این جامعه پذیری که در درون بستر خانواده به مفهوم کار زنانه و کار مردانه که بپردازیم، این ارزش هایی که درونی میشن در مردا و در زنا بدون چون چرا از قدیم الایام برای ما شما هم تو گفتن که کار وظیفه زنان دیگه نمی هستن، در بدل از اینا هیچ مزدی اصلا داده نمیشه و گرفتم نمیشن. این می عنانات رسوم از کجا ریشه میگیره؟ خب این یک بحث خیلی دیگی هستن، یک بحث خیلی دیگی هستن. من میخوام سوال شما رو از چندین زاویه برش پاسخ پیدا بکنم. عامل دیگی یاد فراموشی بنیه‌ها یا گذرهای اصیل اسلام هستن. شما بیان اسلام اصیل براتون اشاره میکنن که حتی اگر مادر بخواهد در بدل مثلا شیر دادن طفل خود مزد بخواهد شوهرش، یه حقش میشه. تو حتی اگر طفل خود بخوایی شیر بتی خیلی راحت میتونی مزد از او بگیری. پس چی خواستایی که تو بیایی برای مثلا شوهر دیگ پخته بکنی و کالا مثلا بشویی و خیلی از خدمات دیگه کرزه میکنی، اینا همش بارزش است در بنیه های و مبنای اصیل اسلام. اما امروز میبینیم که اسلام ما عنانه‌ای شده، اسلام ما هم عنانه‌ای شده. به نظر چرا آدمی حقوقی که اسلام با زنا داده چشم پوشی میشه؟ دو تا علت داریم. یکی که زنا خودشان اصلا این آگاهی راستین برشان داده نشده. بعضی مردایی که خبر دارن اونا میگن که بگذارن که زنان را در می بیخبریشان بانه که ما ازش سوء استفاده بود. زنان اینمی آگاهی را از کجا حاصل کنن؟ خب ببینید دو قسمت کار اینا هستن. یک وقت کاری هستن که ما خود زن مکلف و نوع تکامل خودش محکومش میسازیم و وادارش میسازیم که هیچ شما منتظر ازی نباشین که کسی دیگه بیاید برای شما بگن که آگاه شوین. یعنی من پیشتر براتون گفتم که یک تعداد این مشکل کلان نیست که زنان ناآگاه هستن، یک تعداد مردان اگر آگاه باشن اصلا نمیخواین که این آگاهی رو برای زنان بتن. پس مشکل کلان در خود زن وجود داره که خودشان حرکت باید بکنن و این آگاهی رو به دست بیارن. نگاه ارزشی به خود خانواده از این معرفت های خیلی بزرگی که بر ما عرضه شدن و ناقص عرضه شدن و کسانی که متولی از این نوع آگاهی هستن که به شکل انسانی برای انتقال از این آگاهی اقدام نکردن، اینا مشکلات خیلی کلان را دارن که امروز ما با این وضعیت در خانواده های خود رو بروسته. دقیقا. و نهادهای زیادی آقای افغان بخاطر آگاهی دهی حقوق زنان موجود داره، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر که یکی از اهداف مهم و مشخص کمیسیون آگاهی دهی در قسمت حقوق خانم ها است، ولی باز هم خانم ها از حقوقشون آگاه نیستن. خب ببینن دو مشکل داریم. حقوق بشر علی خیلی خودمانی ما شما صحبت بکنیم، به نهاد به نام حقوق بشر در جامعه افغانی یک نهاد غربی، یک نهاد بیگانه در جامعه ما برشان وجود دارن. یعنی این نگاه باید اول در درون جامعه ما تغییر بکنه. معمولا خیلی مرد و زنای ما فکر میکنن که کمیسیون حقوق بشر اصلا فهمید از حقوق بشر به معنای واقعیش گپ نمیزنه. او یک نهادی است که توسط خارجی آمدن یک سری پروژه های خارجی رو مطرح میکنن که زنای ما رو به اون معنای غربی بد راه بسازن. بعضی اوقات یا کسانی که مثلا ای آگاهی رو انتقال میدن خودشان پخته نیستن، این بافت های اجتماعی این خوبی این نزاکت های اینا را متوجه نمی باشن، یا بعضی اوقات علمه تنها حقوق بشر را دینجا مقصر نمی دارن که اکثریت موسس های جامعه مدنی که کار کردن به حقوق زن به عنوان یک پروژه دیده شده
نه به معنای یک نیاز مبرم اساسی که هستن. بله در طول 20 سال چقدر پول به نام حقوق زن سرازیر شد، اما این آگاهی واقعی چرا به زنان داده نشده؟ خب مشکل یایی که اصل پروژه‌ای که ما طراحی کرده مشکل داشت، یا پروژه ما هدفش درست بوده، توسط کسایی که می‌خواستیم اینا رو نهادی نبسازیم، او اشخاص درست نبودن، آگاهی قوی اینا نداشتن، وسایل و متدولوژی درست رو ما برشان انتخاب نکرده بودیم، یا از جایی که با زنان شروع می‌کردیم درست نبودن. نهادهای زیادی در راستای حقوق بشر کار می‌کنند، از جمله که خودتون یادآوری کردین کمیسیون مستقل حقوق بشر است، حتی علمای دینی ما که یک وظیفه برجسته در این راستا دارن، وزارت امور زنان و نهادهای دیگر. به خاطر از اینکه ما از بس خارج نشیم، موضوع ما در مورد خانه‌داری بود. به این سوال پاسخ میتیم آقای افغان که چرا برخی برخلاف دیدگاه سنتی از کار بیرون از خانه استقبال نمی کنند؟ البته منظورتان از زنا هستن، زنا خود زنا استقبال نمیکنن یا مردایشون؟ حتی خانمهایی تحصیل کرده حتی خانمهایی که تحصیل کردن از اینکه به اونا خانم خانه‌دار خطاب شده شرم میکنن، چرا؟ ببینین چند نکته خیلی بنیادی اینا هستن. یکی از عامل خیلی خیلی اساسی ما حوزه فرهنگ هستن. ما هر چقدر قدرت و توان داشته باشیم، زمانی که فرایند جامعه پذیری ما با تزریق کردن و نهادینه سازی یک سری ارزش ها از طریق حوزه فرهنگ در ما ایجاد میشن، من پیشتر براتون خلاصه کردم که گپ از این نیست که من دکتر هستم، ماستر هستم یا لسانس اینا هستم. اینا سندهایی هستند و اطلاعاتی هستند که بر ما گرفته شدن و آگاهی نیستند. بله ما خیلی از کسایی را دیدیم که لسانس ها و ماستر هستند، ماستری گرفتن، لسانس گرفتن، ولیکن بعدم خوش هستند مثلا در خانه بشینن به عنوان زن خانه‌دار باشن، ولیکن هیچ وقت در یک اداره دیگه کار نکنن. مشکل کلان ما نوع نگاه ما به وجود زن، دوم به کار زنانه، سوم در محلی که کار یا اون نوع شغلی را که زنها انتخاب میکنن. در جامعه ما شریفترین کار برای زنها اولینش معلمی است، شریفترین کار، بعد از اگر اجازه بدن دکتری است. ما تا هنوز ندیدیم که این علایق خیلی عمومی شود که زنای ما بیان مثلا انجینری بگیره، میگه خب یک انجینیر هست و میدونه کار مردانه هستن، اصلا اون کار زنانه نیست. ببینید که حتی کار مردانه و زنانه ما ساختیم. برعکسش حتی اگر یک مرد بیاد خانه مثلا جارو بگیره یا کالوشویی بکنه، میگه کار زنانه کردن. ببینید که ما جنس کار مردانه و زنانه ساختیم. این نگاه از کجا میان؟ از فرهنگ میخیزه، از درون ارزش هایی که بر ما در فرایند جامعه پذیری تزریق میشن و داده میشن. بنابراین مشکل خیلی کلانه که این زنا میان به خودشان یا افتخار میکنن که من در خانه هستم، بیرون خانه میبرم. باز در اینجا نوع آگاهی و نوع فضایی که در بین خود زنا و اینا هستن، زنی که بیرون میره کمک هویتش لکدار هست، زنی که بیرون کار میکنه کمک حیثیتش پایین هستن و به نگاه بدبینانه حتی در بین خود زنا برشان دیده میشن و اینو نمیبینن که بله زن میتونه که بیرون از خانه برای حیثیت خود حفظ بکنه و قار خود حفظ بکنه، پاکی خود حفظ بکنه و خیلی زنا کردن این کاره، خیلی زنا این کار کردن. در اینجا من اینو براتون اشاره بکنم که خود زنا ملامت است در مقابل برچسب زدن به زنای دیگر. اون زنایی که در خانه هستن خود دامن پاک فکر میکنن و خیلی هم با مو اصطلاح افغانی ما بیبی خود حساب میکنن، و زنایی که اگر برن در دفتر اون رو فکر میکنن که حتما تو دیگه خوب با مردای غیر و با دیگرا میرین دامنت مثلا کثیف اینا میشن، در حالی که ما خیلی زنایی داریم که در چندین تا نهاد کار کردن و عزت نه اینکه از خود از خانواده خود عزت و آبرویش حفظ کردن. اینا میبینیش ما چگونه میتونیم از بین ببریم در بین جامعه؟ یک مبارزه خیلی کلان برای آگاهی کار هست. اگر ساختاری فکر بکنیم، مواد و محتوایی که در معارف ما شما درس داده میشن، اینا باید جدی انسانی شوند. شما خیلی از محتوا و کتاب ها اینا رو ببینین، هنوز هم مثلا کارتون یک دختر رسم کرده جارو رو برش دستش داده، و مثلا یک طفل کارتونش رسم کرده او رو پلوت ساخته. خب وقتی که از طفولیت در کتاب ها شما مثلا نگاه جنسیتی برای افراد داشته باشین، و خود به خود میگه که دیگه حوزه کاری زنان چی هستن؟ جارو کردن و خانه‌داری اینا هست. این یک نگاه ساختاری. نگاه دیگه که از لحاظ خانواده بهم، بزرگای ما برای اطفال که تربیت میکنن دقیقاً با گزاره هایی که جنسیت زده هستن و جنسی هستن نباید برخورد بکنن. طفل اگر یک ساله دو ساله مثلا پسر باشه، او را به مهمانخانه دعوت بکنه، به چکر ببر، به خاطر چی که پسر هست، یعنی مذکر هست. ولی که اگر دختر باشه، او را بگه صدایش نکش، بر مادرش حتی میگه پتوپنهان آل ما شما خواهده میفضای افغانستان ایناستیم، دختر رو روان نکنی،
بد است و اگر پسر باشه خود روان کنه پیش میمونه هیچ مشکلی نیست. سپاس جناب استاد از حضورتان به برنامه. عزیزان، حرف آخر این که شاید یکی از دلایلی که زنان به دنبال کار رسمی در خارج از منزل نیستن همین امر باشه که از زنان انتظار میره علاوه بر انجام وظایف شغلیشان مسئولیت های خانگی را هم انجام بدن، یعنی مصروف کارهای خانهشان باشن، در حالی که اگر تمام اعضای خانواده مثل پدر، مادر، دختر و پسر ضرورت کارهای خانگی و ارزش اجرای منظم او را درک کنند هیچگاه با دید حقارت‌آمیز به او نمی‌بینند و او را وظیفه فرد خاصی نمی‌دانند. دوستان، به پایان برنامه امروزی رسیدیم. سپاس فراوان از همراهی تمامی شما عزیزان و همچنین شما عزیزان میتونید که در صفحات اجتماعی هم ما را دنبال کنید. این بود برنامه امروزی ما که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار.